سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به پرونده قتلی در ایران میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1390 و در شمال ایران اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید قبل از هر چیز اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید سال 1390 بود و اون زمان بازپرس ویژه قتل شهرستان اردبیل بودم. خوب یادمه که یه روز تابستونی بود و من داخل شبه سرگرم رسیدگی به پرونده ها بودم. پرونده هایی که از قبل در اختیار شعبه من قرار گرفته بود و هر کدوم داستانی متفاوت داشت. در حال مطالعه یکی از پرونده ها بودم که در باز شد و افسر جوانی وارد اتاقم شد. مرد جوان بعد از ادای احترام پرونده ای رو روی میزم قرار داد که روی اون با ماژیک نوشته شده بود موضوع قتل. همانطور که پرونده رو مطالعه می کردم از افسر جوان هم خواستم درباره اون توضیح بده. پرونده درباره قتل یک مرد بود. راننده ی میان سال کامیونی تو شهر دیگه ای به قتل رسیده بود و معموران پلیس اون شهر در جریان تحقیقات رد پای زن جوونی رو تو این جنایت به دست آورده بودند. هرچند زن جوان عامل اصلی جنایت نبود اما ظاهرا با قاتل همدست بوده و به این دلیل که این زن در اردبیل زندگی می کرده پرونده با نیابت غذایی برای ما ارسال شده بود بعد از مطالعه پرونده بلا فاصله دستور بازداشت زن جوان را صادر کردم و کاراگاهان جنایی هم با شناسایی محل زندگیش موفق شدن او را دستگیر کنند زن جوان نسترن نام داشت اون پس از دستگیری به داد منتقل و وقتی به اتاق من وارد شد خواستم مقابلم روی صندلی بشینه. پس از اون ازش درباره قتل راننده کامیون پرسیدم. زن جوون با چهره نگران و مسترب شروع به صحبت کرد و گفت شوهرم، شوهرم کیوان آرزوی پولدار شدن داشت. کیوان اهل کار نبود اما آرزوی رسیدن به پولونو دیوونه کرده بود. یه روز سراغم اومد و از من خواست تا تو ای که در سر داره باهاش همکاری کنم. میدونستم که فکر و خیال خلاف به سرش زده و نقشش درد سرسازه. برای همین از همون ابتدا باش با مخالفت کردم و گفتم که حاضر نیستم تو هیچ کاری باهاش هم دست بشم. اما کیوان اونقدر التماس کرد که مجبور شدم باهاش همراه بشم. کیوان برام تعریف کرد که قصد داره به عنوان مسافر سوار خودروهای بین شهری که احشام حمل میکنن بشه و با رسیدن به محلی خلوت با تهدید راننده کامیون احشام رو سرقت کنه. اونطور که کیوان تعریف کرد ظاهرا چند روز قبل از اینکه ماجرا رو برام بگه خودش نقشش رو عملی کرده بود. اون تو جاده سر راه چند کامیون قرار گرفته بود اما هیچ کدوم از راننده ها او رو سوار نکرده بودند و اون توی اجرای نقشش ناموفق مونده بود. با اصرار شوهرم در نهایت قبول کردم که تو سرقت ها همراهش باشم. روز حادثه سوار بر خودروی پرایدمون شدیم و خونه رو ترک کردیم. کیوان به سمت خارج شهر حرکت کرد و تو جاده ترانزیت نگه داشت. اونجا محلی بود که کامیون هایی که مقصدشون شهرهای دیگه بود عبور میکردن. شوهرم از من خواست داخل خودروی پراید منتظر بمونم و بعد از اینکه او موفق شد سوار کامیونی بشه اونها رو مخفیانه تعقیب کنم من هم طبق خواسته کیوان عمل کردم اما شوهرم قبل از اینکه ماشین رو ترک کنه لباساش رو عوض کرد و لباس ماموران راهور رو بتن کرد و تابلوی ایستی رو در دست گرفت از رفتارش متعجب شدم و خواستم اعتراض کنم که کیوان گفت اگر این لباس به تنم نباشه کسی اعتماد نمیکنه و منو سوار خودروش نمیکنه. اما با این لباس راننده ها به این بهانه که بودن یک معمور تو کامیونشون امنیت راه رو بالا میبره سوارم میکنن. کیوان بعدم نمیگفت چون همین که از ماشین فاصله گرفت و تابلوی ایست رو بلند کرد نخستین کامیون که تعدادی گاو بار زده بود توقف کرد و او سوار کامیون شد. بعد از حرکت کامیون من هم به راه افتادم و با فاصله ای که راننده شک نکنه اونها رو تعقیب کردم. سی کیلومتری رفته بودیم که راننده کامیون تو محلی خلوت نگه داشت. فاصلم زیاد بود و نمیتونستم داخل کامیون رو ببینم. اما بعد از چند لحظه کیوان رو پشت فرمون کامیون دیدم و متوجه شدم که او موفق شده نقشش رو اجرا کنه. من کامیون رو تعقیب می کردم و کیوان پشت فرمون نشسته بود و از شهری به شهر دیگه میرفت تا اینکه تو یکی از شهرها توقف کرد. هنوز نمیدونستم که چه بلایی سر راننده کامیون اومده و از طرفی جرأت نداشتم وارد اون بشم. کیوان تو اون شهر میخواست گاوها رو به فروش برسونه و برای این کار هم نقشه‌ای تو سرش داشت. اون به سراغ اقوام دورمون تو اون شهر رفت و گفت که ورشکست شده و دار و ندارمون که چند راس گاو بوده رو سوار کامیون کرده و از شهرمون فرار کرده. کیوان به دروغ به اونها گفت که طلبکارا در تعقیب ما هستن و اگر گاوها رو به دست بیارن ما دیگه هیچ چیزی برای زندگی نداریم. در نهایت هم با دروخاش گاوها رو به اونها فروخت و دوباره از من خواست که دنبالش برم. کیوان سوار کامیون سرقتی شد و حرکت کرد و من هم تعقیبش کردم. تو راه بازگشت بودیم که تو جایی خلوت توقف کرد. بعد از اون خودرومون رو در محلی مخفی کردیم و من سوار کامیون شدم. تازه اون زمان بود که فهمیدم چه اتفاق تلخی رخ داده و رانند کامیون با اسلحه شکاری که همسرم به همراه داشت کشته شده بود. زن جوان به اینجای ماجرا که رسید لحظه ای سکوت کرد. پس از لحظاتی شروع به گریه کرد و اشک میریخت. تو همان حال با کلماتی مبهم گفت از مرگ اون مرد شکه شده بودم. سر کیوان فریاد زدم که چرا به خاطر پول آدم کشته؟ آقای بازپرس قرار ما این نبود که خونی ریخته بشه همسرم گفته بود که فقط احشام رو سرقت میکنیم اما اون خونه بیگناهی رو ریخته بود که ایوان منو تو عمل انجام شده ای قرار داده بود و راهی برای بازگشت نداشتم به ناچار باش همراه شدم بعد از تیه مسافتی و تو اطراف یکی از شهرهای استان اردبیل که ایوان کامیون رو به جاده خاکی کشوند و تو بیابون به آتیش کشید و ما اونجا رو ترک کردیم بعد از اون ماجرا سوار خودرومون شدیم و به شهرمون برگشتیم اما عذاب وجدان لحظه ای منو رها نمیکرد. نمیدونم به چه صورت اما مدتی بعد از این قتل بود که ماموران پلیس همسرم رو به جرم قتل بازداشت کردن و من که می به خاطر همدستی باهاش تو این ماجرا دستگیر میشم، شم بیل فرار کردم. فکر می کردم اینجا کسی نمی تونه منو دستگیر کنه که این تصورم هم مثل اینکه اشتباه بود. با تکمیل تحقیقات از زن جوان از اونجایی که جنایت تو شهر دیگه ای رخ داده بود قرار عدم صلاحیت صادر کردم و پرونده به همراه متهم جوان راهی شهر مورد نظر شد تا تحقیقات در این خصوص ادامه پیدا کنه اما هنوز یک سال برام مطرح بود این که شوهر این زن جوان یعنی کیوان چطور شناسایی و دستگیر شده بود به خاطر همین با ماموران پلیس تماس گرفتم و در نهایت متوجه ماجرای جالبی شدم که باعث دستگیری کیوان شده بود. ماجرا از این قرار بود که کیوان و همسرش پس از جنایت و آتش زدن کامیون از محل فرار میکنن و راهی محل زندگیشون که یکی از شهرهای استان گیلان بود میشن. ساعتی بعد ماموران پلیس راهور استان اردبیل موفق میشن که کامیون سوخته رو پیدا کنن و در بازرسی اتاقک راننده با جسد نیمه سوخته مردی روبرو بشن که صورتش قابل شناسایی نبود. تو بررسی شماره پلاک کامیون صاحب اون شناسایی شد. تحقیقات نشون میداد که صاحب کامیون یک روز قبل برای انتقال احشام راهی تهران شده و پس از اون ناپدید شده بود. از اونجا که احتمال میرفت جسد متعلق به راننده کامیون باشه، از خانواده وی خواسته شد برای شناسایی جسد به پزشکی قانونی برن تا شاید از روی مشخصات ظاهری و لباس های باقی مونده مقتول وی شناسایی کنند. در نهایت همین اتفاق افتاد و خانواده راننده وقتی با جسد مواجه میشن با توجه به مشخصات ظاهری او را شناسایی میکنن. پس از شناسایی هویت مقتول تحقیقات برای کشف راز این جنایت شروع شد. از اونجا که پیش از سوختن کامیون گاوها ناپدید شده بودند، فرضیه ی قتل به خاطر سرقت مطرح شد و ماموران برای کشف راز این جنایت به بررسی دقیق کامیون پرداختند تا شاید بتونن سرنخی از قاتل یا قاتلان به دست بیارن. تنها چیزی که در این جستجوها به دست اومد تعدادی آلوچه جنگلی و برگ درختان آلوچه بود که تو قسمت بار کامیون دیده میشد. برخلاف آتیش گرفتن اتاقک کامیون آلوچه ها و برگ که در قسمت بار بودن سالم مونده بودن نحوه ریختن برک ها و آلوچه ها در کف کامیون نشون میداد که احتمالا زمانی که کامیون در حرکت بوده با شاخه های درخت آلوچه برخورد کرده و به همین دلیل برک ها و آلوچه ها داخل اون ریختن. نوع آلوچه ها و برک ها نشون میداد که درخت ها از درختان جنگلی بودند، از همون درختانی که در جنگل های شمال کشور وجود دارن و حتما تا حالا شما هم با اونها روبرو شدید. محل پیدا شدن کامیون سوخته یکی از شهرهای اردبیل بود. از طرفی مسیری که قرار بود راننده کامیون طی کنه تا به مقصد برسه، هیچ کدوم از شهرهای شمالی نبود. بنابراین فقط یک فرضیه وجود داشت. اینکه قاتل یا قاتلان بعد از سرقت کامیون و بارش از یک جاده جنگلی عبور کردند. در ادامه ماموران نزدیکترین شهر به محل جنایت که دارای درختان آلوچه بود رو شناسایی کردند و تیم تحقیق راهی این شهر شد. ماموران در پرسوجو از ساکنان و مردم این شهر متوجه شدند که یک روز قبل از پیدا شدن کامیون سوخته، فردی تو یکی از روستاهای اطراف تعدادی گاو خریداری کرده. با این سرنخ، خریدار گاو شناسایی و دستگیر شد. با اظهارات او عامل جنایت که گاوها را به او فروخته بود، شناسایی و پس از دستگیری به قطر راننده کامیون اعتراف کرد. به این ترتیب بود که رازش فاش شد و پس از اون همسرش نیز تحت تعقیب قرار گرفت و در نهایت در اردبیل دستگیر شد. گاهی اوقات نکات بسیار ریز باعث حل شدن پرونده های گنگی میشن که هیچ شاهد و مدرک معتبری در اونها وجود نداره. تو این ماجرا دنبال کردن آلوچه های جنگلی باعث حل شدن این پرونده شد. به نظر شما اگر این میوه های جنگلی در کامیون پیدا نمی شدن معموران چطوری و با چه روشی میتونستن به کشف راز پرونده پی ببرن؟ نظرتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. مثل همیشه براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. شاد و پاینده باشید.